Horse or even Nemo peasant, Sulino Valle d'Ori, Chiore Cicabili, Sir Mohammed Rodin Mustafavi Soviet, Amir Hussein Mutahar, Izalior Mugaddasi, Karen Maleki, Yok dedi karım bu. Sevgili Nima, Vejvat Boşoğlu'nu. Vejvat Boşoğlu'nu mu? Vejvat Boşoğlu'nu. Muhammed Korsa Medadi. Umarız. Heran Yadugadi. Umarız. Yuna Yerhevi Necat. Yada Yerhevi. Sizden daha Vejvat Boşoğlu'nu. آقا بهراد نبود؟ زنگای پیشی بچا بوده؟ بهراد باشمانی آقا جان من باشم آقا این زنگ آقا موسیقی زبان بهراد الان در شعبه بوده به نداره بهراد کجا بود اینا بلا؟ سر یخچال رفته بودی؟ بهراد باشمانی فقط بهراد بود دیگه تا درسته؟ خب پس همه هستن 18 تا 5 تا 23 18 تا 5 تا 23 میشه من با آقای لباف اطلاع بدم بچه ها لطفا صفحه 45 کتاب کارتون رو بیاریم بسه 46 هم هم کرد بود بچه اضافه میشه بسه گفت چی تو امتیازی بود 46 بود 17 بود 17 بود آقا من نمیدونم جایی که جواب دادی رو بیار سلام استاد خدا باور کلاس یک یک همه دانش آموزا هستن متشکرم بعد راجعه تکلیف هم سوال کردی استاد صفحه 17 و 18 من 19 کتاب می کنم من بابا اینجا بودم 46 کسی شو باید هم بودم خب میتونی من که یک سوال کسند و این جدول بیمار فقط به خاطر تو اصلا نه قیلی سوال کنون تا دیگه میشه انجام بیام تو کارت دیگه فقط یه بار من یادم یونا طه امیرعلی رادی نیما شما فرقت گرفت چی خیلی مشکوکی ولی برو خب بچا من این سفر رو بیارم مطمئن بشم که اینجا ببینیم آیا تموم شده این که الان میاد این بچه صفحه 44 آیا صفحه 44 سوال آخرش که اون مرده با نامرده دوتایی با هم در خلاف جهت هم رفتن بعد برگشتن تیراندازی کردن به هم اونو حل کردیم دیگه فاصله شون 2 متر بود درسته حل کردیم الان ساعت 28 پس بریم صفحه 45 سوال 28 سه نفر هر کدوم یه عدد انتخاب کردن میخوایم ببینیم که کدوم از همه عددش بزرگتره یا کوچیکتره و تا از کی رو بسیم؟ پشت هیچ که نگاه نمیم خب پارسا بدادی؟ پارسا بدادی؟ پارسا بفهم پارسا نظرتو چیه؟ پارسا
سوال 28 میگه آرمین، نومن و نیما هر کدام یک عدد صحیح انتخاب میکنن. اگر به عدد انتخابی آرمین یک واحد اضافه کنیم، دو واحد کمتر از عدد انتخابی نومن و سه واحد بیشتر از عدد انتخابی نیما میشود. کدام فرد کوچکترین و کدام فرد بزرگترین عدد را انتخاب کرده است؟ یه لحظه استاد، یه لحظه اجازه میدیم من فقط جوابای بچه ها یه لحظه ببینم. دستون میشه بده رو جواباتون، من بیام سریع فقط جوابا رو نگاه کنم. بچه ها من رفتم این سوال بچه ها رو دیدم توی کلاس، گل های توی خونه ما اینجا 5 تا گل کاکتوس هم توی مدرسه داریم. آقا کاکتوس خوشبختانه خوشبختانه تقریبا همه شون دفترشون خیلی عالی بود، خیلی خوب بود. یعنی من که بیداد چه بخواییم کلاس های دیگر نگاه کم دفترشون رو بردیشون یعنی ناراحت میشم آخری کلاس مثلا بهشون توضیح میدادم که چجوری باشه، ولی الان تقریبا دفترهاشون خوب بود. حتی بعدیشون میتونه بهتر باشه ولی در مجموع خیلی خوب بود. خب کی قرار بود جواب بده؟ استاد من محمد پارسا. بفرمایید پارسا در خدمت، بفرمایید. استاد سوال 28 پارسا صدا تو نداریم. استاد کدام فرد عدد رو انتخاب کرده است؟ استاد من اومدم عدد رو انتخاب کردم، گفتم عددی که آرمین انتخاب کرده 2 و بعد عددی که هومن انتخاب کرده 5 و عددی که نیما انتخاب کرده 0. خب پس کی از همه بیشتره عددش؟ هومن. عدد هومن تا از همه بیشتره و عدد نیما هم از همه کمتره. هومن، آرمین، بعد نیما. آره خب بچه جواب درسته. خب بعد میشه عددم امتحان که عددم به سال زد که آدم بهتر متوجهش مطمئن بشه. مثلا من استاد من مثالم زدم. کار درسته تا استاد من مثالم زدم. مثال عددی تو بگو. استاد من الان گفتم گفتیم عدد آرمین بهش یه دونه اضافه میکنیم همیشه 2 به علاوه 1 که میشه 3. اونجا گفتیم اومدیم عدد منو که میگه آرمین چند گرفتی عددشو؟ آرمینو چند گرفتی؟ آرمین 2. آرمین 2. وقت هومن میشه چند؟ 5. 5. نیما چند میشه؟ 0. درسته. حالا به طور مثال اگه این عدد رو بگیریم بعد میتونیم چک کنیم هم شرط های مسئله درسته بعد هم که هومن از همه شون بله. مثلا مثلا میتونیم بگیم 2 به علاوه 1 میشه 3. بعد مثلا عدد هومن که پنجه رو منهای سه میکنیم میشه 2
و بعدم بعد گفته که عدد آرمی 3 برابر عدد نیوز و میگیم 3 منهای 0 میشه 0. پس کی از همه بزرگ تره؟ من. کی از همه کوچیک تره؟ نیما. کی از همه درنگ تره؟ من. کی از همه خوشگل تره؟ من. کی شبا تو خواب خواب میبینه؟ همه خواب میبینن. دست رو درد نکن. بچه این پنجره رو باز کنین، هوا جریان پیدا کنه بهتره. آن بازه این. آن بازه این. خب الان پارسا جواب دادی، پارسا جواب دادی. پارسا بدم. خب متشکرم. آقا سوال بعدی بچه ها. یه ذره کم رنگه. آفرین درود به من، خواست همین رو بگم. بچه کم رنگه خب تو اون کلاس بعدی هم گفتم این به اضافه داری گفتیم نه دیگه این ضرب پس اون یکیش میشه تقسیم. خوب بود نمی کتاب من هم کم رنگ. بعد یادتونه چند روز پیش داشتیم سوال حل میکنیم جدول جمع منها بود، بعد گفتیم جدول منهاش یه ایراد داره. الان بچه ها میگن این ایراد تو این تقسیم هم بود. حالا پس تو بلند بگو بچه ها بشنم. تقسیم باید جمعش رو مشخص کن، زد جا به جایی داره ولی تقسیم نمیشه. باید بگیم که چی تقسیم بعد چی میشه. مثلا من میگم فکر کنم بعد این مرد تقسیم نمیدونم. صد رو مثلا تقسیم بعد ستون کنیم. آقا من مثلا سر و دست زرد داره، زرد تو زرد داشتیم یه همه تیریان کشیم. چی باید؟ من صدامو یه لحظه قطع کنم ببخشید. حالا الان یکی از بچه ها جدول اینو گفتن، گفتن اگه جا به جا بنویسیم عددا برعکس میشه. اگه یادتون باشه تو تفریق عددا دو جور به دست می اومد و قرینه هم دیگه بود، اما تو تقسیم دو جور به دست میاد ولی قرینه دیگه نه. چی؟ معکوس هم دیگه چپرو میشه. مثلا اگه 36 رو تقسیم از 6 کنیم میشه 6، ولی 6 رو تقسیم از 36 کنیم میشه 36 1/6 کس برعکس میشه 36 1/6. درسته؟ خب برای اینکه اشکال پیش نیاد به قول بچه ها اول صد رو حساب میکنیم. یعنی من گفتم یعنی ستون تقسیم بر 6 مثل 12 منفی تقسیم بر 6. خب میشه صد تقسیم بر 6. خب بریم اول جدول ضرب رو انجام بدیم. شما انجام دیگه راحت میبینم بزنید راحت ها رو بزنید بچه های تو گل های توی خونه جواب بدن. خب کی جواب بده؟ شما خواهید بگوید کی جواب بده؟ امیر حسین بنایی؟ امیر حسین کی گفتی؟ متحر رو گفتی؟ بنایی. امیر حسین شما رو درخواست کردم. امیر حسین رو پیدا کنم. امیر حسین جان بفرمایید. این حیله بفرم. امیر حسین بفرم. استاد بیا. نایم خب نایم ازش آقا چیلی دارم دستش با نستم. خب دستش با صداشو باز کردیم. شاید چیش من بر آقا دستش با کنم. آقا دستش با کنم. دستش که بالا رو استاد نداری پیچه رو ببرد دست بس خیلیم الان بزنم دوها قرد میشه. نه آسو چون بزنیم؟ زدم. آقا بزنیم بگیرندیم. امیرسن بفرمیم. آقا امیرسن بگیرندیم. آسو همه رو میکرفو بگیرندیم. من یه چیز باید پرد کنم که کلده تو خود کنم. آقا اینا اسمش قرد رو داریم. با لحظه بدیم. با کامپیوتر رو داریم. آقا نه خب امیرسن چی شد؟ نایمدی؟ بریم خدمت امیر حسین. این تونستی بیا. اگه نشدم که آقای
آقا الان میکروفون الان میکروفون دادی. خب باشه بگو همین. آقا سوال 29. آقا اولی یکی کاری نداره. خب میگیم چون میشه منفی 20. آقا بعدی میشه منفی یه مثبت 12. آقا بعدی میشه منفی 16. بعدش میشه منفی 4 و 3. بگو بقیه شو. چشم ها اون میشه آقا میشه 30. اون یکی میشه منفی 18. 24. 6. 3. 6. 3. بله. آقا بعدی هم میشه بگیم آقا آقا میشه منفی 24 منفی 32 منفی 8 صفر منفی 8 صفر. متشکرم امیر حسین. بعدش کی بگه؟ من میگم. بعد کی بگه؟ بگم دیگه بگه. نه 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 لزومی نداره آقای آقای ریوندی پارسا بیا لطفا. آقا ریوندی اعتراضی هم گفت من اعتراضی بیلی دارم گفتی که آقا اینجا همه دوست دارن دوست که این کام فرمان رو استاد ریوندی. سلام استاد خوب هستید؟ سلام بفرمایید. استاد تقسیم بعدش حل میکنه. خب منفی 12 تقسیم بر 6 استاد منفی 2. پایینیش منفی 5. پایینیش منفی 3. نه ببخشید این وسطی 5. پایینیش 5. بعدی منفی 3. پارسا جان یه ذره سریع تر بگو. بعدی بعدیش 4 روبرو بعدیش 4 بله منفی 10 و 6. این تیکه 12 منفی 30 18 بعدی منفی 12 30 18 نه خیلی منفی 18. بله بله بخش منفی 18 نگاه کنی هر کدومش اشتباه بود و اینا بعد آخر سر بگیم که خواهشون پارسا ممنون اشتباه رو نگرد بعد الان بگو درستش کنی. خب بعدش شما بفرمایید کی بگیم؟ من؟ بله کیو بگیم؟ بله فرمان بگیم یارا یعنی فامیله تو نه؟ نه فایدیه من نه یارا بیا نه تو آپارتمان هم اسم یارا بگو کدی رو بگو زربه رو بگو رو تفصیله الو همه شده شما رو دارم یا زربه رو بگو رو تفصیله همه شو بگو خب منفی دو زب داره منفی نه میشه هیچده من اول اینا رو بگو اینجا چی باید باشه مثلا دیگه منفی نه منفی دو زب داره منفی نه میشه هیچده ببخشید چون صدات خوب نمیاد لطفا فقط عدد بگو اینجا چی بذاریم منفی نه گفتی درسته خب اینجا چی باشه؟ یه بار دیگه پلیز خب فکرم گفتی منفی 1 درسته؟ حالا این خونه رو لطفا بگو
دو. خب حالا خونه های باقی مانده رو بگو لطفا. 24 5 -36 پایینش 108 بقل -36 -3 پایین -3 9 این هم چه هشت شدید تو باید بیده رو باز کنی؟ آره؟ این هم چه هشت شدید من پیه یا مصفتی؟ نمیدونم در رو باز کردی؟ هشت شدید یارا میگم در رو باز کردی؟ در رو خب یارا آره بیا بیا یارا متشکر بده رنگش ای بابا ببخشید من بعدی ها شد دیگه با رنگ دیگه میگم خب شما بفرمایید استاد بفرمایید از کی بپرسید شما خوش بگید ایزدیار مقدسی دستش کنم ایزدیار بیا خب بالای یک بنویسید منفی 12 بغل 6 بنویسید منفی 6 پایینش نه پایین 2 بنویسید منفی 6 اون 2 سمت راست راست بالا پایین اول اینجا رو بگو لطفا اینجا میشه 36 36 ببخشید این چراغ جلویی رو خاموش میکنی این بهتر معلوم میشه نه عقبیه پا چی شده استاد استاد برعکس ممنون متشکرم خب حالا خونه های باقی‌مانده رو بفهمید پایین منفی 3 میشه منفی 1 پایین 6 میشه منفی 2 پایین منفی 2 میشه 6 پایین 6 میشه 2 سمت راست 2 میشه منفی 2 سمت راست 6 هم میشه منفی 6 متشکرم ایشون کی بود؟ کی دیگه؟ ایزدیار مقدسی ایزدیار مقدسی من مردر من مردر نه این رنگش بده اصلا نه اصلا اصلا اون آره منفی سه نه خب چاپش کنیم بالاتر اصلا باشیم من پنجه رو چون من اصلا دیدم توی کتاب اون بالای شیشه اون مثلا توی سطح هم بیستی به همین ممارزه هم نشون سه و هشت هم اون منفیه سه و اون هم فکر منفیه سه هست با رو در اون هم منفیه شیشون چون توی کتاب میکنم حالا حالا الان درستش کنیم آره محاسبات درست بوده چاپش بده یعنی یه ذره کم رنگ و ایناست آدم اشتباه میکنه تو عددش الان کدومش منظورته این سیه بالاش هم شیشه اصلا هم بیست بشه آه نه این سیه اونم شیشه اصلا اون کنارش که منفی داره رو مارک میکردن اون 20 بود آره نه دیگه این
زیستیه. میگم هم اینو درست داشت. برای منفی زیسته و منفی زیسته. اما این خواهیمیش هم برای منفی زیسته. اما بچه سه دیدم. آره بعد تفسیر شما نیست. منم هیئت بچه ها بید. آره اشکال یعنی غلط نیست ولی درستش رو چیز. گربه شدی؟ کی؟ ما باید با هم هستم. آره. آقا سی رو بگم. خب سی دوستان توی کلاس بگیم. من دستم دارم. گله یه پیه کلاس جواب بدم. بله دوستان هم هست. کالکوس هم گله دیگه. فقط تیغ تیغ داره. بفهم. آقا سی رو بگم. هومن خواهد را از سعی که منفی بسیاری که منفی هم بخش رو با هم جمع هم. او اجا میکنم. او اجا میکنم. او این عدد به ترتیب از عدد است. منفی صد و منفی دیست سواله می کنم. او برای سواله هم خود رو سعی در آخر هم. خواهر. در آخر دو چند دیده هم دیده هم آقا من اول هم ترتیبی به دست اول زدم مرکز رو جمع کردم شد 120 مثبت 120 بعد نمایش هم جمع کردم شد مثبت 119 بعد مثبت 120 من 119 کنیم میشه یک یک بار اضافه کنم بعد جواب یک بار کم کنم جواب یعنی به اضافه منفی میشه جمع نظر دیگران ایشون میگن یه دونه ایشون میگن یه دونه باید کم کن به اضافه منفی استاد من میگم منفی 21 از 20 کمتره جواب اضافه یا یعنی یک منفی 21 از منفی 20 آره اون اختر شده یه دونه یک شده استاد منفی 12 کمتره یکی که برای منفی خب حالا بعد آخر چیکار کنه بالاخره یه دونه کم کنه استاد بعد استاد یک رو برای منفی دو یکی اون منفی رو اما گفتم باید یکی کم کنم یکی کم کنم استاد شما نظر بدیم درست یه چی؟ من هایی من پیلی یکی کم کنم یکی از گلایی توی خونه بگی حالا نظر شما یعنی شما برای سوال سی یه نفر نظر کیارش بگی تو آقا سلام سلام کیارش بفرمایید میشه کلا چیزی که خودم نوشتم به طور کلی همه چیزو بگم تو فقط نظر دوستان جوابتو بگو اول من بدونم میگه پاسخ صحیح در آخر کار چه عددی باید اضافه یا کم اینو بگو چه عددی باید اضافه یا کم بشه آقا من گفتم یا باید یه واحد اضافه بشه یعنی باید بگی منفی 120 برای مثبت یک مساوی منفی 119 یه باید اضافه بشه یا کم بشه؟ آقا یه باید اضافه بشه یه باید اضافه بشه نظر شما به اضافه کردنه بله خب اینجا فقط میمونه اختلاف ما توی خوندن سوال ببین به علاوه هست میگم ضرب که اصلا یه چیز دیگه میشه ببین یونا میگه که اول عددش بچه‌ها دقت کنین اول عددش منفی 21 و منفی 98 بوده این دوتا رو با هم جمع کرده منفی 21 به اضافه منفی 98 که جواب میشه منفی 119 این اول بره بعد میگه خب اینو گذاشته کنار گفته به جای این عددا یه کار دیگه کرده منفی 20 با منفی 100 جمع کرده شده منفی 121 120 منفی 120 20 خب حالا اون باید 119 به دست می آورد ولی الان منفی 120 به دست اومده برای اینکه برسه به همون جواب اصلیه اگه کم کنه که میشه منفی 121 باید یه دونه اضافه کنه من گفتم به اضافه منفی 1 به اضافه منفی 1 میشه همون کم کردن که اصلا منفی 1 میشه پس ما جواب گلایی توی خونه رو قبول میکنیم که گفتش چی؟ یه دونه اضافه کنیم دوستان من گفتم باید یک واحد باید به جواب
اضافه کنه. ببین یونا اینو دعوا میخواسته حل کنه. اگه سوال اصلی منفی 120 بود، اون حرف تو درست بود. یه دونه کم میکرد و اشتباه جواب فهمید. آره، یعنی برعکسش رو تو حساب کردی. و شما فکر کنم همینطور مشکل نه. گفتی به اضافه یک به کام تحت تحصیل دوستان منهایی یک گفتی شاید حالا ولی به احوال پس یکش که یکه، فقط بین علما اختلاف اینجاست. بین علما بعضی ها میگن یه دونه اضافه نکن، چون ما میخواییم 119 به دست بیاریم باید یه دونه اضافه کنیم. اگه 120 می‌خواستیم به دست بیاریم، آره باید یه دونه کم می‌کردیم، ولی ما 119 رو می‌خوام به دست بیاریم. خب بریم سوال بعدی. این در واقع اشکال یعنی اختلاف تو انشای سواله که کدوم اوله کدوم دوم. دوستان سوال 31 فقط گسترده نوشتن عددات چیز خاصی نداره. بعد نه بریم توی خونه آقای فرهام یادگاری جواب نداده. فرهام شما جواب بده. فرهام بگیم. سلام. سلام بفرمایید. ساد یو یک اصلا فقط یه سوال میخواستم بگم. اصلا میشه همه عدد رو توش نوشه دقیقا برای مثل منفی 23 باش برخورد کرد؟ شما بگو ببینم چجوری میگی. گفته مثل نمونه کامل کنم. اوکی استاد ها این شکلی میشه. اوکی استاد منفی 34 مساوی منفی 3 ضرب در 10 به علاوه منفی 4. درسته به اضافه منفی 4. بچه ها یه اشکالی که بعضی ممکنه داشته باشن اینه که اینجا نوشته باشن 4، بعد بگن خب آقا 4 که منفی نداره، فقط 30 منفی داره. در صورتی که منفی 34 این منفی هم مال 3 هم مال 4، مال هر دوه. پس دقت کنید که منفی 4 نوشته باشید. بله بعدی رو بگو. استاد منفی 2 ضرب در 10 که میشه منفی 200 به علاوه منفی 3 ضرب در 10 که به علاوه منفی 4 به اضافه منفی 4. کاملا درسته. استاد شما آمد اول 5 4 منفی است. سوالتون رو آخرش بپرسی من توضیح بدم. خب اینو کی جواب داد؟ کی بود؟ فرهام یادگاری من. فرهام جواب داد. مرسی فرهام. خب بعدش آقای سورنا بگه چی؟ کلاس بگه. آها چرا؟ سوری نه بگید خب میشه 4 ضرب در 10 علاوه 5. بعدیشو بدون. بعدیش میشه منفی 5 ضرب در 10 علاوه منفی 6. ممنون. بعدیش بعدیش میشه منفی 1 ضرب در 100 به علاوه منفی 1 ضرب در 10 به علاوه منفی 2. متشکرم. خب بچه ها توی این صفحه اگه سوالی داریم بپرسید بعدش ادامه بدید. چی؟ آره اگه درسته چیز بزنیم. مرسی. خب سوال یکی شده یعنی سوال تردی سوال جواب ده. خب آقای کیارش کبیری سوال داری. کیارش بگو سوال تو. آقا صدای منو داری؟ بله بفرمایید. بله آقا گفتم باید یه واحد به جواب اضافه کنیم. باش جواب که منفی 120 بوده رو منهای منفی 1 کنیم. یعنی باشم
220 منهای منفی 1 منهای 1 که میشه منهای 19. اینجوری هم گفتم. درسته. بچه‌ها یه جواب دیگه ای هم الان به دست اومد براش. میگن که به جای اینکه یه واحد اضافه کنی بنویسیم منفی 1 واحد کم کنیم. حالا این هم درست میشه. چون اگه منفی یه واحد کم کنیم مثل اینه که یه واحد اضافه کرده باشیم. ببینید حالا منفی 120 رو منهای منفی 1 کنیم میشه منفی 120 به اضافه 1. آره که باز میشه منفی 120. جواب شما هم درست. اگه کسی اینجوری نوشته باشه هم اشکال نداره. درسته. منفی یه واحد کم کنیم. حسن این معمولا چیزی نیست که بگیم ما معمولا نمیگیم منفی یه واحد کم کنیم. ولی خب ولی از جهت ریاضی درسته. حرف شما کاملا درسته. خیلی خوبه که اینقدر توجه میکنیم. آه در مورد امتحان بچه ها گلهای توی مدرسه بچه راجع امتحان سوال میکنن میگن که آیا امتحان رو سعی کردی یا نه. راجع بخواهیم یه مقدارش رو سعی کردیم. ببینید 14 تا سوال بود. خب 10 تا شو که خود سیستم سعی میکنه. تستی ها رو خود من سعی نمیکنم. خود سیستم سعی میکنه. آه دور برگرد تو باید بگیرم ببینم دیگه. بعد میمونه 4 تاش. این 4 تا 4 تا 90 نفر چند تا سوال میشه؟ 360. خب این 360 که 360 بار باید کلیک کنیم و دانلود کنن چون تو کامپیوتر دیگه برای هم یه ذره طول یه ذره که نخیلی طول میکشه. حتی من نصف 14 تا یه مقداریشو انجام دادم ولی کامل نشده. برای همین از شما میخوام که صبر کنید. شاید خدا خواست فردا تونستم نمره های درخشان بعضی از بچه ها رو بهشون بگیم. بعد دونه دونه که مثلا نفری سعی نمیکنم دیگه. مثلا سوال ده همه یهو سعی میشه. میدونی اینجوری میره. آره سعی نمیکنم. سوالی که هیچ جواب نداده باشه. نه. ببین. اگه سوالی باشه که هیچ کی جواب نداده باشه تاها که دیگه درست جواب داده که. پس نه سوالی نداره که. حالا تو کلاس من که من که برگاه یعنی این سوال رو نتیجه‌شو دادم بعد با هم سعی هم حل میکنیم توی کلاس بدیم اشکالت میشید. خب آقای کارن ملکی راجع به همین صفحه سوال داری کارن اگه سوال داری بگیم الان بچه سوال بگیم بچه چه بگیم ببخشید من صدای بچه ها رو نمیشتم بگو. آقا من در مورد این صفحه نداشتم در مورد امتحان میخواستم بگم. پس بذار الان راجع به این صفحه بچه ها سوالاشون رو بگم. پارس سوال دادی بگم. خب اگه راجع به این صفحه سوال ندارین بچه ها صفحه 17 رو بیاریم که آره نه یه دونه به این مسئله حل کنیم یه ذره تنوع ایجاد بشه. خب راجعه صفحه 17 هم باز یه توضیحی بدم. چون ترتیبا باید دونه دونه نگاه میکردم و سعی میکردم چون میخواستم امتیاز بدم برای همین باز ترتیبا هم کامل دیده نشده یه تعدادش دیده شده. ایشالا تا فردا بچه هایی که امتیاز گرفتن رو میگم یعنی میگم که بچه ها کیا از صفحه 17 امتیاز کامل گرفتن و ممنونم از دوستانی که حل کردن و صفحه 17 رو گرفتن. از کاکتوسایی توی کلاس کسی 17 رو حل کرده بوده؟ درود باشه. آقا یه خبر بیشتر بچه های توی کلاس بیشتر میشه دیگه واقعا. الان 60% بچه های توی کلاس صفحه 17 رو حل کردن. 60% فقط 40% من نکرد. خب بریم اولیش که
این بالا یه توضیح داده گفته راهبرد رسم شکل، یعنی پیشنهاد داده که آقا این سوالا رو با رسم شکل حل کنید لطفاً. میشه میشه با رسم شکل حل کنید، ولی هر کسی از هر راهی اگه درست حل کرده باشه قبوله. تا فکر کنم که یه دونه جواب دادی یا نه؟ تو سوالی جواب ندادی امروز؟ تو اصلا مهم نیستی، تاها مهمه. تو که اهمیتی نه، تاها مهمه. تو تاها بگی. بچه سوال یک صفحه ای بوده، بله. بسا گفت که سرگیت گلده دلیل طرف تابلوی نمیشه شده 3 کیلومتر تا شهر، در طرف دیگه هم نمیشه شده 65 کیلومتر تا دریا فاصله است. ماشینی از کنار این تابلو شروع به حرکت کرده و 17 کیلومتر تا دریا دور شده است. این ماشین تا شهر چقدر فاصله دارد؟ مثلا من دو تا چیز به ذهن هم رسیده از جان نمیشه. مثلا من گفتم که اگه مثلا گفتش این ور تابلو بوده، فورا گفتم منظورش اینه که یعنی به جهت همون شهر بوده یا نه. اگه به جهت شهر بوده بوده مثلا من نمیشم سیه به علاوه گیردم تو 47، اگه خلاف به جهت شهر بوده نمیشم سیه منهایی بودم تو سی. یعنی یکی از این دوتا جواب. بله آفر نایی. یه سوال، این بنده خدا اون بالا التماس کرده بود که شکل بکشین، خواهیم شما شکل کشیدی؟ مثلا ما التماس رد کردی. شاید تا نمیدونم، شاید اگه شکل کشیدی این شکت برطرف میشد، ولی فعلا فعلا دوتا جواب رو در نظر داریم. 13 گفتی و 40 و چهلو دابه فهم کاکتوس شما دو اصلا وقتی میگه اون ور یعنی در جهت خلاف جهت دیگه خاطر هم میشه 30 دیگه منایی نمیشه 30. شما دوتا جواب تا 13 رو قبول داریم. من جواب خودم 13 جواب تا استاد گوش نکردیم؟ بله دوست جواب تا استاد چون 13ش رو قبول داریم. تو 13ش رو قبول داریم. خب شما میخوایی چیزی بگیم؟ ما 13 قبول داریم. من 47 47 قبوله. آقا 13 شیه بله. بر 13 رو کشکی میگم من کشکی وقتی کشکی بگی نتیجه شینه. خب استاد راه برده شد، یعنی شما به چه روشی مثل تاها جمع منها کردی یا شکل من جمع منها کردم بخدا هم یه سوال بکنم شکل بکنم بچه ها این صحنه رو ببینید توضیح بده لطفا. این بعد داره این بعد میره این بعد میره اون بعد میشه این بعد میره این بعد میشه این بعد میره. یعنی روش حل شبیه تکواندوه. شما کلاس رزمی میری؟ نه ما پوشو میریم ولی از کاراته میرفتن. همین کارته میرفته اینجوری شده. آقا من عشقی باید استاد ما تو نمزه زیاده بیدیم یا کمربن ندارم. استاد من از سرگاهی هم رفتم استاد توی گوشن. من از سرگاهی بیدیم استاد تو گوشن داشتیم میرسیدیم میکردم سیاه همون شمشه شدن. استاد راهبرد شما چی بوده؟ شما شکل کشیدی یا جامعه هایی هستی؟ جوابه تو میاری من جوابه تو میاری من بایدونم بسا به من گفتش رسم شکل بکنم چیم کنشه آنه چیم من از شما مهمونم که اینقدر تمیز و مرکر تمیز بودن حرف نداره. چی کار کردی؟ چه شده؟ خب یه نفر داریم داره چیز منفجر میشه اینجا. خب ببینیم بچه ها احتمالا خیلیاتون یعنی خیلی ها نگم بعضیاتون حرف این بنده خدا رو گوش کردین گفته که شکل بکشین.
حالا تا اگه یه وقت خدای نکرد دور از جون دور از جون میخواستیم شکل بکشیم برای تو چه شکلی مناسب بود برای این چی پا برمی کنیم؟ یک کلمه محور تموم شد کاملا درست مسلمه که مثلا برای نشون دادن فاصله جاده خلا اینا محور شده مناسبی. من یه محور میکشم برای اینکه شک و تردید شما رفع بشه. بچه های گل های توی خونه میشه جوابتون رو تاک کنید دوستان پیام بدید که جوابتون چند شد نه داری باش الان تولید میکنم ببینم میشه بریم اینجا لیاوت آقا من چقدر بدم به تو دیگه حرف نمیزنی دوستان بفرم دیگه میشه دیگه آره دیگه اونجا دوستان جواب این سوالو بنویسی بچه ها 13 رو خیلی دوست دارم فکر کنم جواب 13 یکی نویسه ظاهرا بیشتر جوابی که تکرار شده 13 بوده. ما احترام می‌ذاریم به دموکراسی و چون اکثریت گفتن 13 رو قبول می‌کنیم. مثلا لطفاً تا جان راحت و بچه‌ها اگه راهی غیر از شکل رفتیم لطفاً این راه شکل هم ببینیم. اگه شکل می‌کشیدیم اصلا این شک و تردیدها برطرف می‌شد به نظر من و از طرفی بعضیا که جوابشون غیر از 13 هم هست می‌فهمیدن که کجا اشتباه شده. حالا من صفر نمیذارم میگم اینجا تابلو بوده دیگه تابلوی که نوشته اینجاست یه طرف شهره یه طرف هم دریا بعد فاصله تابلو تا شهر گفته 30 کیلومتر فاصله تابلو تا دریا 65 کیلومتر خب حالا این آقای ماشین به سمت شهر حرکت میکنه یا به سمت دریا به نظر شما چون گفته از دریا داره دور میشه دیگه پس این وری میره حرکتش به این سمته چند کیلومتر؟ 17 پس 17 کیلومتر این وری بره 17 کیلومتر واقعا چقدر میمونه؟ 13 خیلی ساده است دیگه میمونه انقدر یعنی 13 کیلومتر آفرین ببین برای همین شکل بکشیم بعد حتی خب صورت سوال هم باید درست بکنیم گفته طرف دیگر تابلو وقتی یه طرف دیوار یه جهت برعکس میشه دیگه پس برای این سوال کافی بود عدد 30 رو منهای 17 کنیم میشه 13 کیلومتر تا جان جدا توصیه میکنم برای سوال ها شکل بکشیم آقا یه چیزی بگم من دانش آموز کلاس هفتم هم خب میام میگم که آقا این سواله که دیگه راحتی که شکل کشیدن نمیخواد خب دوستان جواب من به عنوان معلم وقت اینه میگم تو سواله راحت ما باید بریم تمرین کنیم شکل کشیدن دیگه اگه یه سوال سخت بدن که دیگه من تو سوال سخت که نمیتونم تمرین کنم همیشه تمرین معمولا راحت تره مثلا من یه وزنه بردارم میخوام برم وزن خب بسم الله الرحمن الرحیم یه وزنه 100 کیلویی بیانی بلند کنم ببینم آقا نمیتونم دیگه و برم 10 کیلوی 15 کیلوی بیش با اون ساده ها باید جدا من میگم این روش ها رو روش های مهمیه یاد یعنی تمرین کنید نه اینکه خب ذهنی من حلش میکنم حتما اگه شک کشیدنه شک بکشید آره نه طور نمیگم کلا میگم بعد اگه شما زحمت بکشید شکل بکشید خیلی اتفاق خوب میفته بعد همیشه هم راجع داشته هاتون حرف بزنید مثلا الان گفتی چی ذهنی؟ با فرمول آه فرمول من هم فرمول بعد سجلی میگه ذهنی اصلا مگه ذهن داری که حل میکنی؟ بزرگ شما یه تحمولی بس مونده ها ما سامن هستی من اگه نه کشکی میگم ببین همون
تعمد تو از کلی ماها من خودم و بچه‌ها بذاریم رو هم بیشتره، همون تعمده بیشتره. علمای کار. بله بله. خب بچه‌ها بریم سوال دو. چقدر وقت داریم؟ سه دقیقه. تو سه دقیقه سوال دو رو حل می‌کنم. سوال دو رو کی جواب بده؟ آقای پارسا ودادی هم جواب دادی. همین حسین مطهر، همین حسین بیا. سلام صورت رو بخونی وقتمون تموم میشه. خب یه چیزو اول به من بگو ببینم کلاس چند تا میشه. راه حل برین جلو ما هم به جواب میرسم. برو بریم خودم کشیدم. خب بعد گفته که رضا در حدیثی نشسته بذار با هم بریم جلو. رضا در ردیفی نشسته از جلو چهارمی ردیفه. من میخوام شکل بکشم آقا، من هیچ راه دیگه نمیرم، میخوام شکل بکشم. چه شکلی بکشم؟ چهار تا ردیف یا واسه شکل جلوش باید بکشید، ولی سه تا میکشم چون گفته رضا چهارمیه. در عقب سومی ردیفه، یعنی دو تا هم از عقب باید کشید. بعد گفته که او و یک نیمکت سمت چپ او قرار دارد. در این کلاس چند نیمکت وجود دارد؟ سمت چپ. یه دونه سمت چپش، این تیکر نه، چهار تیکر سمت راست. خب حالا کلا میخوام بگیم چند نیمکت با میشه میشه 10 تا نیمکت، درست؟ نه 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 نه، ببین یه تیکش رو اول سوال نخوندی. در کلاس هفتم نیمکت ها در ردیف های مساوی مرتب شدن. یعنی ببین اینا ردیف ها شده نشون میده، یه ردیف، دو ردیف، سه ردیف، چهار، پنج، شیش تا ردیف اینجا داریم. حالا ستون ها رو بشماریم، یک، دو. بچه ها جواباتون رو تو چت بنویسید. ببینیم 6 تا ردیف داریم، 6 تا ستون. بچه ها تو چت چی نوشتن؟ بله 36. من 36 رو قبول میکنم. اونایی که نوشتن 36، من 30 هم دارم میبینم، عددهای دیگر هم میبینم. آره شما میتونید بریم. پس بچه ها پس در واقع میشه 6 ضرب در 6 که برابر میشه با 36 نیم کرد. خب بچه ها خسته نباشید. بچه هایی که سوال دارن لطفا بمونید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. استاد تکالیف چیه؟ استاد صدای من داری؟ استاد صدای ما رو دارید؟ مثل که صدای ما دارم، من تو دارم و بسه شده. بله بله آره کاره راستی نو راستی میده. سلام بچه ها، سلام. من خب امیر حسین بنایی بفرمایید سوالتون. آقا تکالیف چیه؟ آقا تکالیف چیه؟ آقا خدا من نفهمیدم.
صفحه 17 و صفحه 18 و 19 کتاب کار. خب صفحه 17 رو بعضی ها جواب دادن رازن. خب لطفا اون موقع امتیازی بود، حالا من با ما تکلیف جواب بدن و بفرست. آقا 18 و 19 رو بفرست. آره دیگه دوباره فقط عکسش رو دوباره بفرست. چشم آقا چشم، ممنون. سلامت باشید، خدا نگهدار. آخر سنه باشید و فردا میبینم، خدا نگهدار. کار منتظرم ببینم، مواظب خودت باش، خوشحال میشم. خدا نگهدار. همینطور، خدا نگهدار. خدا نگهدار.